به نام خدای رنگین کمون. آرمان رو احتمالاً میشناسینش، یوتیوب داره و چند سالیه که تولید محتوا میکنه و مثل اینکه 10 روز بیشتره به خاطر حمایت از معترضین بازداشت شده این دوستمون. بسیاری از نشریه‌های رسمی جهان مدعی کشف شدن ویروس زامبی هستند که در سراسر جهان پخش خواهد شد. بی خیال، من اینو قبول نمیکنم. وای زامبی بیاد من خودم رو میکشم. دانشجوهای دانشگاه خوارزمی کرج با غذای سلف مسموم شدن. حالا دلیلش چی بوده؟ احتمالاً آشپز بهتر میدونه، یا خصومتی چیزی داشته یا اتفاقی بوده. عده‌ای از خانومهای بسیجی در حرم عبدالعظیم اعتراض کردن به وضعیت بدحجابی خانومهای دیگه و گفتن تا وقتی که این وضعیت درست نشه نمیرن خونه هاشون. دادستان کل کشور گفته که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال کار بر روی مسئله حجاب هستند. نتایج آن تا 15 روز آینده مشخص خواهد شد. فرمانده کل بسیج گفته بسیجیان برای روز 14، 15 و 16 آذر آمادگی کامل مقابل اختشاشگران را دارند، اما بدون سلاح. وای چقدر قشنگ. باور کنید هنوزم دیر نیست، برای آشتی کردن هنوزم دیر نیست. خیلی قشنگه. به این عکس نگاه کنی، داخل گوگل مپ خیابون ولیعصر تهران به خیابون پهلوی تغییر کرده و باید بگم قبل سال 57 هم همینطور بوده، یعنی اسم خیابون ولیعصر نبوده، خیابون پهلوی بوده. علم الهدا مدعی شده باید آخوندها رو مسلح کنیم در برابر امام پرانی ها، وگرنه دیگر آخوندی امنیت جانی نخواهد داشت. به نظر من اگر آخوندها مسلح بشن بدتر برای جامعه، چون مثلا بگو 1000 تا اسلحه رو میدی به 1000 تا آخوند، بعد مثلا 4 روز دیگه 1000 تا آخوند داریم، ولی مثلا 300 تا اسلحه دستشونه، 700 تا اسلحه دست مردم. نکنین این کار. میخوام بگم یهو دیدین به جای امام پرانی اسلحه گیری مود شد، اون موقع خیلی اوضاع فرق میکنه دیگه. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. دوستداران اخبار، آیدی چنل تلگرامی رو که اینجا براتون میذارم، من اخبار رو از آخر این چنل برداشتم و بیشتر محتوایی که داخل این ویدیو ازش استفاده شده از داخل این چنل برداشته شده. اگه میخواین اخبار رو خودتون بدون حذفیات مطالعه کنین، پیشنهاد میکنم داخل چنل تلگرامشون عضو بشین و از اخباری که در اختیارتون میذارن مطلع بشین. امیدوارم توی ویدیوهای فردا و اخبار فردا شب ببینمتون. و در آخر اینکه درود بر شما.